یگی تو پیدا کردی؟ نه، با شما تماس نگرفت؟ تماس نگرفت. سلیم، چیزی که میترسیدیم سرمون نیاد. خونه گی نهاد خانم رفتیم، نبود. نهادم نبود، آدماشم نمیدونستن کجاست. میگم این اسدالله کشتار دست جمیر رو ننداخته باشه. ساکت باش بابا، بیاییم بریم تو، زود باشین. نه، الان امیر 40 تا سوال از ما میپرسه، کجا بودیم فلان به امان. بهش بگو رفتن خونه نهاد، اونجام نبود. باشه؟ ما هم زیادی تو دست پای این پلیسا نپیچیم. میبینی که همه جا هستن. مراقب خودتون باشین. داری میری؟ آره میرم. از ایگیت خبری نبود؟ نه. اسدالله یه جا گیرش ننداخته باشه. ای بابا ادامه نده. یه دور از جونی چیزی. من دیگه باید برم، وگرنه مامانم دیوونه میشه. خبری شد بهم زنگ بزن. باشه حتما. من میرم تو اتاقم. باش عزیزم، شبت بخیر. امیر، نگران یگیت نباش، مطمئنم حالش خوبه. میدونی من فکر میکنم کسایی که بابامو دزدیدن میخوان اونو یه جای مطمئن تر ببرنش. میدونم وقت برای یگیت ندارن. باشه، منم یکم بعد میرم بخوابم. شب بخیر. شبتون بخیر. همه شب به خاطر
بی ارزگی توی. ما میخوایم بریم داداش، به زلیخا قول دادم. این طلاها به چه دردی میخوره؟ بابا تو رو زنده میکنه؟ به چه دردی میخوره؟ تو باید اینقدر قوی باشی که همه جلو زانو بزنن. چی کار داری؟ زود باش برو رد کارت. هی دارم با تو حرف میزنم. سرکار، این آقا برادر من هستن، مشکلی نیست، شما بفرمایید. چرا خشکت زده؟ بیا بریم تو. چی شده پسر؟ حالت خوبه؟ ایگیت، میتونم امشب تو اتاقم بمونم؟ البته اگه اتاقی مونده باشه. مونده؟ اینجا خونه تو هم هست؟ اسدالله از زندان فرار کرده. شما چرا بیدارم نکردی؟ خواب موندم. دلمون نیومد. ایگیت؟ تو هم اینجایی؟ خدا رو شکر. تمام شب دنبال تو میگشتیم. خبرها رو شنیدی؟ اصلا فرار کرده. وکیل بابام تماس گرفته. جواب بده دیگه. حتما اصلا رو پیدا کردن. زود باش. بله عمو بهادر. دخترم برات خبر بدی دارم. تنها که نیستی؟ نه نیستم. بابات فوت کرده دخترم. تسلیت میگم. پیدا شده؟ من امیر کلیچم، وکیلم. میشه بگید چه اتفاقی افتاده؟ جسد اسدالله خان رو تو جنگل پیدا کردن. خودشو به وسیله یه درخت دار زده. جسد رو دارن میبرن پزشکی قانونی. لطفاً دخترشو در جریان بذارید. خداحافظ بابا. تسلیت میگم کبرا. تسلیت میگم. ممنون.
ببینم مهمون نمیخوای. وای همین الان میخواستم صدات کنم. سوپ درست کردم، بیا بشین با هم غذا بخوریم. بشین عزیزم. ممنونم. خیلی خوب عمرو جان، شروع کن. خیلی ازت ممنونم امیر، اما میل ندارم. اسدالله رفت به درک. تو اونو دار زدی یا نهاد؟ میشه ازت خواهش کنم در مورد موضوع بهتری صحبت کنی؟ باشه. این بهترت میکنه. گاف صندوق نهادو باز کردم. واسه خودم یه دسته اسکناس برداشتم. ولی یه دفترم واسه تو پیدا کردم. همه یه حساباش تو این نوشته شده. چیزایی توش هست که بهتره بدونی. گل. گل. اگه بفهمه تو رو میکشه. قبل از این که بفهمه میذارم سر جاش. بگذاریم. به هر حال اگه اونایی که اینجا نوشته شده رو بخونی نهادو میکشی. چی؟ در مورد تله هایی که از مغازه پدر دزدیده شده. اونو قایمش کن. باید حرف بزنیم. چه خوب. داداش تو واسه خودت یه کارت ویزیت چاپ کن و آدرست هم بنویس توش. از بس آدم آوردم اینجا. یه چیزی به اسم تلفن وجود داره پسر. خب زنگ میزدی؟ دختر همسایه اومده. آره مثل این که مزاحم شدم. خب دیگه من بزنم به چاک. تو بزن به چاک. گل اومده بود یه چیزی در مورد کار به هم بده. الانم داشت میرفت. مگه نه؟ داشتم میرفتم. اون پرونده رو من همین امشب میخوام. میاد جونم میاد. یکم صبور باش. منم زیاد وقتشو نمیگیرم. میدونم. چون تو دختری هستی که خیلی با یه نفر نمیپری. چند دقیقه تو آگهی ها هستی و بعد هوپ میذاری میری و غیب میشی. خب دیگه گل برو به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. ببخشید خیلی حرفای گل و جدی نگیر. من اومدم ببینم تو چی کار میکنی ایگیت. گل باور کن که آخرین نفر تو لیست سوالمه. پس معلوم شد اومدی ازم بازجویی کنیم. م.
من داغ از دست دادن پدر خوب درک میکنم. مام هنوز بهش عادت نکردیم. اما من اگه خودم رو میباختم سر مادرم چی میومد؟ دیگه تو هم یه مادری، نباید کم بیاری به خاطر بچت. فهمیدی عزیزم؟ به خاطر بچت باید قوی باشی. حالا غذاتو بخور. بابا مرد، از تو داغونم، نمیدونم باید قصه بخورم یا نخورم. خیلی فکر میکنم، یعنی سعی میکنم به خاطر بیارم، حتی یه دونه امیر، حتی یه دونه هم از بابام خاطره خوشی ندارم. اما شما انقدر خوششانس بودین که هر وقت از پدرتون یاد میکنین خجالت نمیکشین. بیا اینجا عزیزم، بیا. اگه هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده بود، بچه کبرا، ما وضعمون چطوری بود؟ چیزی که مانع ماست بچه یا کبرا نیست ایگیت. پس چیه؟ توی این زندگی بی ثبات تو، راهی که انتخاب کردی، افراد عجیبی که دور و برت هستن. از روزی که شناختمت هرچی که دیدم همش همینه. فقط خدا میدونه چه چیزایی رو ندیدم. اومدی بگی دور و بریامون نمیپسندی؟ کبرا چیزی میدونه در مورد ما؟ نه، به من که چیزی نگفته. بدونم مهم نیست. میخوام برام یه کاری بکنی. هرچی بخوای. ازم فاصله بگیر، با هم تماس نگیر، دیگه تو چشام نگاه نکن، هیچ وقت باشه، چون خیلی نگرانتم. از این زندگی که برای خودت درست کردی متنفرم. بالاخره یه روزی یه بلایی سرت میاد، به خاطر همین اگه از زندگیت برم بیرون دیگه دلیلی برای ترسیدن ندارم. میخوای برای این که دوستم نداشته باشی کمکت کنم؟ من تو رو هیچ وقت دوست نداشتم و ندارم. منم تو رو دوست ندارم. خوشگلم. زندگی ترسناک تو، از این شرایط بد دور نگهدار باشه. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
دفتر تموم شد؟ آره. بگیر زود بذار سر جاش. گاف صندوقم قفل کن. ببینم به دردت خورد؟ آره. دیگه میدونم که تو مرگ بابام نهادم به اندازه اصطلاح مقصره. مرتی که تمام تاریخایی که تله ها رفتن مغازه و برگشتن رو نوشته. تله ها از مغازه ما دزدیده میشه و یهویی تو سیستم اونا ثبت میشه. میخوای با نهاد چی کار کنی؟ به وقتش میفهمی. ببین گل، تو واقعا دوست خیلی خوبی هستی، اما دیگه خودتو به خاطر من به خطر ننداز. باشه؟ من خطر رو دوست دارم. آه. من یادم خوشتیپ خطرناک و دوست دارم. چون که تو یه دیوونه ای. یکم. آره. بازم اون دختر همسایه است؟ بیمارستان مادرمه. بله. یعنی الان دیگه ما رو یادش میاد؟ گفته ای گیتا امیر کجان؟ یعنی واقعا ما رو میشناسه؟ آروم باش. باشه عکس العمل نشون نده، امیدوارم نشه، خودت میبینی. مامان، ما اومدیم. اصلا معلوم هست کجاییم؟ دلم براتون لک زده بود خوشتیپا. مام خیلی دلمون واسه تنگ شده بود مادر. ببین ببین کی آوردم. مامان، من با تو قرمام. به تو هم میگن بچه ایگیت؟ ها؟ واقعا رسمش اینه؟ دختردار میشی خبر نمیدی؟ ببینم تو واقعا منو میشناسی؟ آه دیوونه شده، از سر راه که پیدا تو نکردم. بلم کن خودتو، لوسته کن بچه. فکر کرده با بوس کردن یادم میره. تو چرا نیشت بازه؟ باباتون کجاست؟ ده میگم حسن کجاست؟ شما خجالت نمی کشین خرس گنده شدین هنوز دارین فلفل میگردین؟ باباتون دیگه سنی ازش گذشته، تو مغازه دستنها برش کردیم. پسرم باید واسه دختر طلا بگیریم. گرچه اینجوری هم خانواده یه دختره به چششون نمیاد که، میگن چون طلا فروشی دارن یه تیکه هم طلا آوردن، سرویسی چیزی بگیریم. ها من بی عقل رو ببین، با شما مشورت میکنم. حافظه این مامان داره کم کم سر جاش میاد، هرچند دکترها میگن زیاد امیدوار نباشین. کاش منم حافظم رو کلن از دست میدادم. تو در مورد بدار کشیده شدن اسدالله چیزی میدونی؟ خیلی کامل میدونم، اما من اونو دار نزدم. بس چی کار کردی؟ با آدمات گفتی این کارو بکنن؟ نه، اما میدونم که به خاطر نابود کردن زندگی ما کشته شده. اگه تو واقعا میخوای به این زندگی ادامه بدی؟ انتقامیمونو که گرفتی دیگه تمومش کن. قبل از اینکه خودت و اطرافیانت بیشتر از این آسیب ببینن، از این آدما بکن، واگذارشون کن به خدا. زندگی که من میخوام همین امیر. چرا آخه؟ چرا؟ پسر تو میتونی از راه های درست و معمولی پول در بیاری؟ یه نگاه به خودت بنداز. قدرتمند بودن، من اینو میخوام. ایگیتی که قبلا میشناختی مرد، از اون ایگیت چیزای کمی مونده، اونم فقط عشقی که به تو مادر دارم. بقیهشو این شهر تا
تو 2 سال ازم گرفت. اما تو همیشه مقاومت کردی. وکیل خیلی موفقی شدی. توی شرکت بزرگ کار میکنی. شغل وکالت رو ول میکنم. چرا؟ منم خیلی فکر کردم به این که دارم چی کار میکنم، با چه جور آدم هایی همکاسم و مجبور به انجام چه کاری شدم، و این که بخوام اگه اینطوری زندگی کنم باید رو همه چیزایی که بهشون باور دارم پا بذارم. به همهشون فکر کردم و یه تصمیم گرفتم. میخوام قاضی بشم. دارم خودم رو برای امتحان آماده میکنم. خیلی خوبه. منم به خلاف کردن ادامه میدم. خدا رو چه دیدی، شاید یه روزی کارمون به هم بیفته. نه داداش؟ تو قاضی خیلی خوبی میشی، مطمئنم. میتونم از این بابت بهت اطمینان بدم. والا اوضا بد نیست. من همه چیزو اینجا نوشتم. تو هم هر زمان وقت داشتی با جزئیاتش بررسی کن. یکم دربارش توضیح بده. طلا فروشی و گالری ماشین و اینا کارای خوبی هن، ولی دیگه باید کارامونو از اینی که هست بیشتر گسترش بدیم. میخواییم بزنیم تو خط قاچاق سوخت مایه. تو این کار اگه بدونی باید چه کار کنی، نون تو روغنه. اما به پول خوردای نهادخان احتیاج پیدا میکنیم واسه شروع کار. در موردش توضیح بده ببینم. خب سوختو مثل آب خوردن از پالایشگاه میگیریم. فرض کنیم 1.5 لیر خریدی، تو بازار 5 لیر میفروشیش، مالیتش هم 3 لیره، یعنی چقدر برات میمونه؟ 50 گروش. خب این ظاهر قضیه است. در این حال به بازار خارجم میفروشی، مثلا به کشتی های ترانزیتی که از بندر میگذرن. فرض کنین 10 لیتر بفروشیم، رقمو میبریم بالا، میگیم 100 لیر فروختیم، 90 تاشو به بازار، مالیتش هم میمونه تو جیبت. در اصل بابت هر لیتر 3.5 لیر گیرت میاد، نه 0.5 لیر. کار راحت و ترتمیزیه. خوشم اومد. زیر و بم این کارو میدونم، واقعا پولای خوبی ازش در میاد. همه جوره پشتتم، سرمایه، زیر دست، هر چی بخوای. سیستمت را بنداز، ما هم از تو در برابر قوانین حمایت میکنیم. پس با تو بذار رو گاز ایگیت. کی میتونه جلو تو بگیره؟ دلم ضعف میره وقتی سعی میکنه ادای این دختر لاته تو خیابونو در بیاره. تو رفتی نوچه قاتل واقعی بابا چدی بدبخت. من جای تو بودم خودمو میکشتم. 10 روز بعد. اولین محموله رو به یک کشتی روس فروختم. اسنادم آماده کردم. حالا نوبت آب کردن سوخت باقی مونده تو بازار داخلیه. به این آدم زنگ بزن. خریداره. قابل اعتماده، منتظر تماسته. فقط سود اولی محموله مال منه. به نظر من به زودی با هم یه پمپ بنزین بزنیم. بهتره تو چش نباشه. کلی جای ارزون قیمت سراغ دارم. خوبه. تحقیقات تو بکن، انجامش میدیم. این روزا حالت گرفته است. چی شده؟ تو خونه مشکلی هست؟ چیزی نیست. همه چی رو به راهه.
این یه چیزی شده، اما چی؟ شکمش سیره، پوشکشم عوض کردم، تا برگردم بیدار نمیشه. فکرت اینجا نمونه، نگران نباش، من حواسم به الیف هست. این وکیل چی میخواد بهت بگه؟ چی کارت داره؟ نمیدونم، وکیل بابامه، زنگ زد گفت بیا. حتما در مورد ارث و میراثه. خب ایشالله، پس زودتر برو. برم ببینم چی میشه. کبرا جان، پدرت قبل از مرگ در قبال بدهیاش برای کسی به اسم نهاد دیمیرچی سندهای رقم بالایی امضا کرده، خبر داشتی؟ نه، در مورد این چیزا با من حرف نمیزد. آقای نهادم همه سندها رو گذاشته اجرا، یعنی در اصل کل اموال پدرت ضبط شده. حتی معلوم نیست میتونه همه بدهیاشو بده یا نه. بهت توصیه میکنم در مورد رد میراث خیلی جدی فکر کنی. فکر میکنم. من تصمیم نداشتم تحت هیچ شرایطی به اون اموال دست بزنم. چه بهتر، مبارک آقای نهادخان باشه. باشه، برگه هایی که باید امضا کنی تا چند روز دیگه برات بیفرستم. متاسفم. چی بگم امو بهادر، باد و ورده رو باد میبره. هیچ کسم بی خودیش که تمساح نمیریزه، مگه نه؟ موفق باشین. خوش اومدی. ممنونم. به نظر میاد حالت گرفته است. چیزی نیست، مشکلات همیشگی. تو حالت خوبه؟ چیکار کردی؟ تو وکیل بابا چی میخواست؟ آقا نهاد همه اموال بابا ما ضبط کرده، میخواست اینو به هم بگه. ضبط کرده؟ چرا؟ نمیدونم، نفهمیدم. سند و مدرک تو دستش داشته. به هر حال من چیزی از میراث بابام نمیخواستم. آره ولش کن، پول بابا تو زندگیمون نباشه بهتره، ما برای هم کافی هستیم. من باید برم غذا درست کنم، خیلی کار دارم، بعدش هم باید برم سر درسم. باش عزیزم. نه جونم، غذا حاضره، تو برو دستاتو بشور، منم الان میام. وای چقدر عالی خانم، ولی بعد از شستن دستم باید یکم با لیف بازی کنم، چون فقط اینجوری خستگیم در میره. نه خیر، نمیشه، تو باید غذاتو بخوری و بعدش هم بری سر درست، فهمیدی؟ منو ببین الیف خانوم، تو عموت قاضی نشده نباید مزاحمش باشی، حالا هر کی بره سر کار خودش. راستی امیر، میشه بعد از شام الیفو که خوابوندم 5 دقیقه با دریا برم بیرون؟ سیبل واسه تبلیغات فیلم برداری داره، میرم پیشش کنجکاوم. معلومه که میتونی بری کبرا جان، انگار جدی جدی سیبل کارش گرفته ها؟ نمیدونم، تبلیغاتی که اون روز پخش کردن و خیلی پسندیدن، دارن ادامه میدن. آها، موفق باشه. ممنونم. مواد که حاضره، آرایش هم همینطور شروع کنیم؟ بله شروع کنیم. باشه بریم. متشکرم. برم اونجا؟ اونجا یکم اون برتر. آره آره خوبه، بشینم. آها آره خوبه، عالیه. آره خوبه، بشین. خوبه. Thank you.
سری ببخشید الان برمیگردم. تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، داشتم رد میشدم. واقعا؟ به تو فکر میکردم. بعدش یه هایی دوربینا و فلشه رو دیدم، بعد دیدم تویی. خیلی کنجکاو شدم ببینم واقعی هستی یا خیالی. خب معلومه که واقعیه. واقعی هستی. اما به حدی که تو واقعیت نمی کنجی. من شماها رو تیکه تیکه نکردم. نرو دریا، وایستا، تو رو خدا وایستا. من خیلی وقت همه چی رو میدونم. میدونستی؟ چرا من همیشه آخر از همه میفهمم؟ کامرا!